الله تعالی به پیامبر می فرماید قر رب زدنی علما. سبحان الله. ای محمد صلی الله علیه و سلم از ربت بخوا که علم من را افزون بگرداند. نمیگه از ربت زمین بخوا، مال بخوا، ثروت بخوا، قدرت بخوا، فرزند بخوا. نه، برنامه‌ات را الله تعالی برقرار میکنه، درست میکنه. اما شما از ربت علم طلب کن. هازا من اعظم ادله شرف العلم و عزمه. از به اصطلاح بزرگترین شرافت علم اینه که الله تعالی به پیامبرش میفرماید ای محمد صلی الله علیه و سلم از من الله علم طلب کن تا به شما بدهم. نرفع درجات من نشاء. درجات را ما هر کسی بخواهیم درجاتش را بلند میکنیم. مفسرین میفرماین بالعلم، با علم این مقام را ما بلند میکنیم. اون حضرت فرموده من سلک طریقا یطلب فیه علما. کسی راهی را طی میکند، دنبال علم میرود. سلک الله به طریقا من طرق الجنه. الله تعالی اون را در مسیر بهش قرار میدهد. در مسیر، در راهی که بهش میره، الله تعالی در اون راه اون را قرار میده. بدانید قدرتان را. من گاهی میشنوم درس قرآن، عزیزان ما کار دارن، فرصت ندارن. مولوی صاحب فرمودن که اینجا درس قرآن، بمانید، نیازی نیست. نیازی نیست که ما برای نماز خواندن به اصطلاح نشریه بدیم و اعلام کنیم. نه، ما را به قرآن، عشق ما به قرآن، ما را به قرآن برساند. یعنی اونقدر به قرآن محبت داشته باشیم، عشق بورزیم، اونقدر تشنه ندای قرآن باشیم که از هر جای خود را به قرآن برسانیم. این مهمه. اما این که بیایید مثلا چون فلان مولوی آمده هست ما میخواییم در مجلس بنشینیم، نه، مولوی میره اما شما را به مسجد میاره. عشق الله تعالی شما را به مسجد میاره، محبت قرآن مجید. و بدانید وقتی در محفل قرآن مینشینید، این محفل قرآنی چه عظمتی داره. وقتی از خانه میایید که به مجلس قرآن بیایید، به مجلس تعلیم قرآن و به اسلام مسائل دینی بیایید، اون حضرت میفرماید و ان الملائکه، فرشتگان الله تعالی، تضع اجنحتها لطالب العلم. کسی قصد علم داره، چیزی یاد بگیره، به محفل علم میآید، فرشتگان تواضعا بالهای خود را بر اون پهن میکنند. دوست دارید که زیر پای شما بالهای ملائک فرشته قرار بگیرند، خود را به محفل قرآنی، درسهای قرآنی برسانید. غفته میخورم بر کسانی که در مسجد اونها درس قرآنه اما آنها به سلام نمی آیند. اینجای غبطه داره که ما به کسانی که بر درس قرآن غبطه خوریم چرا دیگران نمی آیند. کاش جایی می شد که درس قرآن بگونه ای می شد که تنها رجال نه بلکه مادران و خواهران هم پیام قرآن را می شنیدند. این نیاز هر مسلمانه و نیاز هر دلی هست.